سرخط خبرهای بسیار مهم، امریکا کمک‌های بشردوستانه را در بعضی از مناطق افغانستان کاهش داد. گروه طالبان از پاکستان خواست تا بازداشت مهاجران افغان را متوقف کند. امریکا برای نجات ملا یعقوب از زیر تیغ ایران رسماً وارد عمل شد. مشروع خبرها، رسانه اسپوتنیک روسیه گزارش می‌دهد. با گفته سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، این اقدام در پاسخ به تلاش‌های طالبان برای مداخله در روند توزیع و اعمال فشار بر ساختارهای بشردوستانه انجام شد. با گزارش اسپوتنیک، ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به طور مثال مشخص ولایت غور دو ولسوالی در ولایت غزنی یعنی جون تا اپریل و ولایت روزگان از ماه اپریل را ذکر کرد. در مورد دوم، طالبان برای حمل و نقل شخصی خود کمک خواستند. بر اساس برخی گزارش‌ها، تعداد از سازمان‌های غیر دولتی با طالبان معامله کردند. 15% کمک‌ها به کارگزاران جنبش تخصیص می‌یابد و آنها در توزیع بقیه بین مردم دخالت نمی‌کنند. طالبان تاکنون در مورد اظهار نظر نکرده است. گروه طالبان از پاکستان خواست تا بازداشت مهاجران افغان را متوقف کند. وزارت امور خارجه طالبان اعلام کرده است که دست کم 66 تن از شهروندان کشور که در زندان‌های پاکستان به سر می‌بردند آزاد شدند. عبدالجبار تخاری، جنرال قنصل طالبان در شهر کراچی، می‌گوید که این شهروندان روز چهارشنبه 3 جوزا از زندان‌های سن آزاد و از مرز چمن به کشور منتقل شدند. تخاری در یک نوار تصویری از حکومت پاکستان خواسته تا روند بازداشت مهاجران افغان در آن کشور را متوقف و شهروندان باقی مانده در زندان‌های این کشور را آزاد کند. جنرال قنصل طالبان در شهر کراچی می‌گوید که در میان زندانیان آزاد شده کودکان نیز شامل هستند. پیش از این تعیین نزدیک به 2 سال 2276 تن از شهروندان کشور از زندان‌های پاکستان آزاد شدند. این در حالی است که پلیس پاکستان صدها تن از مهاجران افغان را که گفته می‌شود به گونه غیرقانونی در آن کشور به سر می‌برند را بازداشت کردند. روایت‌های نیز وجود دارد که پلیس پاکستان شهروندان افغانستان در زندان‌های آن کشور را شکنجه و لاتکوب می‌کند. پیش از این منابع به روزنامه 8 صبح گفتند که نیروهای امنیتی پاکستان افرادی که اسناد قانونی اقامت نیز با خود داشتند را بازداشت و زندانی کردند. رسانه افغانستان اینترنشنال در صفحه رسمی فیسبوک خود گزارش می‌دهد: زلمی خلیزاد: رژیم ایران از زورگویی علیه افغانستان دست بکشد. نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان میگوید که رهبران ایران افغانستان را با طیف وسیع از اقدامات خصمانه جمله جنگ تهدید میکنند. زلمی خلیزاد در توییت نوشت که رژیم ایران از زورگویی علیه افغانستان دست بکشد و دو طرف برای حل اختلافات به مائده آب سال 1351 مراجعه کنند. رزاق مامون همچنان گزارش می‌دهد: خلیزاد: تهدید طالبان ممنوع است. نزاع داغ ایران و طالبان ربط به حقابه ندارد. سفیر اشرف غنی: از سقوط خطرناک طالب جلوگیری شود. ورود دکتر خلیزاد به صحنه منازعه جاری بین طالبان و ایران ممکن است روابط ایران با طالبان را تیره‌تر بسازد. خلیزاد می‌گوید رهبران ایران با غوغا سالاری نباید طالبان و افغانستان را تهدید به جنگ کند. گزارش‌های بسیار مهم از جهان: انفجار انتحاری در پاکستان جان 4 نفر را گرفت. مقامات در ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان می‌گویند که یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد انفجاریش را در یک پوسته تلاشی پلیس انفجار داد و 4 نفر را گرفت. رسول داراس، یک مقام محلی پلیس، گفت که در این حمله که در لیاقت بازار وزیرستان شمالی صورت گرفت، 2 تن از نیروهای نظامی، یک منصوب پلیس و یک غیر نظامی کشته شدند. داراس افزود: به نظر می رسید که حمله کننده می خواست به جای دیگر برود، اما زمانی که توسط پلیس توقف داده شد، حین تلاشی موترش را انفجار داد. در اثر این حمله حداقل 5 نفر دیگر زخمی شدند. تا اکنون مسئولیت این حمله را هیچ گروه برعهده نگرفته. متحرک طالبان پاکستان در این منطقه فعالیت دارد و در گذشته مسئولیت حملات مشابه را برعهده گرفته است. این در حالی است که روز گذشته در حمله تندروان گروه تحریک طالبان پاکستان 6 تن از محافظین امنیتی یک دستگاه استخراج نفت و گاز یک شرکت هنگری در ناحیه هنگوی ایالت خیبر پشتونخوا کشته شدند. روز دوشنبه در یک خبر دیگر مقامات گفتند که تندروان ناشناس 9 صنف درسی را در 2 مکتب دخترانه در وزیرستان شمالی با انفجار مواد منفلقه تخریب کردند. تا
طالبان پاکستانی مسئولیت حمله بر دستگاه نفت و گاز در ایالت خیبر پشتونخوا را بر عهده گرفتند. تحریک طالبان پاکستان روز سه‌شنبه مسئولیت حمله مرگبار بر دستگاه استخراج نفت و گاز واقع در ایالت خیبر پشتونخوا را بر عهده گرفت که در آن دست کم 6 محافظ امنیتی کشته شدند. وزیر خارجه فرانسه: بشار الاسد باید محاکمه شود. وزیر خارجه فرانسه گفت که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به خاطر مرگ صدها هزار نفر و استفاده از تسلیحات کیمیایی در جریان جنگ داخلی آن کشور باید محاکمه شود. اظهارات کادریان کلونا یک هفته پس از آن بیان شد که بشار الاسد رئیس جمهور سوریه پس از بیش از یک دهه برای نخستین بار در نشست سران اتحادیه عرب در شهر ساحلی جده عربستان سعودی ظاهر شد. عضویت سوریه در اتحادیه عرب پس از آن در سال 2011 به حالت تعلیق درآمد که حکومت بشار الاسد معترضان ضد حکومتی را با خشونت سرکوب کرد. پس از سرکوب معترضان جنگ داخلی در سوریه آغاز شد و بسیاری از کشورهای عربی نماینده هایشان را از دمشق پایتخت سوریه بیرون کردند. با آنکه سوریه بار دیگر به اتحادیه عرب پذیرفته شده، خانم کلونا تاکید کرد که پاریس پالیسی خود را در برابر رئیس جمهور سوریه تغییر نمیدهد. او گفت باید به خاطر داشته باشیم که بشار الاسد کی است. او رهبر است که برای بیش از 10 سال دشمن مردم خودش بوده است. وزیر خارجه فرانسه در جریان یک مصاحبه تلویزیونی افزود که مبارزه در برابر جنایت و مبارزه در برابر مافیات از مجازات بخشی از دیپلماسی فراسان می باشد. این دیپلمات ارشد فرانسه همچنین افزود که لغو تعزیرات اتحادیه اروپا علیه رژیم سوریه به یقین که برنامه‌ریزی نشده است. کلونا در مورد رئیس جمهور سوریه گفت تا زمانی که او تغییر نکند، تا زمانی که متحد با آشتی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر نشود و غیره، تا زمانی که به تعهدات خود عمل نکند، دلیل برای تغییر وجود ندارد که طرز فکر ما نسبت به او تغییر کند. در جنگ داخلی سوریه که قدرت‌های خارجی را نیز کشان، بیش از 500 هزار نفر کشته شدند و میلیون نفر دیگر یا در داخل آن کشور آواره شدند و یا مجبور به ترک کشورشان شدند. در جنگ سوریه زیربناها و صنعت آن کشور نیز ضربه شدید را متحمل شده است. دو ژورنالیست زن به خاطر تهیه گزارش در مورد مرگ مهسا امینی محاکمه می شوند. مقام های ایرانی روز سه شنبه گفتند که دو ژورنالیست زندانی که کوچیگونگی مرگ مهسا امینی را در سپتامبر سال گذشته گزارش دادند، قرار است در اواخر ماه می محاکمه شوند. یک سخنگوی قوه قضایی ایران گفت که الهه محمدی، ژورنالیست روزنامه هم میهن به تاریخ 29 می و نیلوفر حامیدی، ژورنالیست روزنامه شرق به تاریخ 30 ماه می محاکمه خواهند شد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرهای جهان و داخلی کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک نمایید. شب روزتان خوش، خدا نگهدارتان.